تردید می کنم، شاید که رفته رفت و دست های کوچک تنهایی در اتصال عشق مجرد شد. آن روز آفتاب کجا بود؟ افراشتند خیمه ای از آه و شاعران به صف که مگر عشق بار عام دهد با رشک. در ساعت شکسته مأیوس فریاد میزنم، وقتی که نعره از تو گذشته است، ترس من از نبودن نعره است، یعنی که باوری است به تسکین، به روزنامه، به خواب، یعنی که سالهای تو تردید نیست، اسفندی است. شاید نسیم لرزش گیسو را باور نکرد، از قلب می گذشتی و قلب همتی شد تا دست های کوچک فریاد خاک را مرعی کند. خلوت کنید بر هودج شکسته آذر. تنها خسی که جنبش باران را باور نمی کند لبخند می زند. آیا تمام وسوسه این گونه می نشست به اندوه؟ آهسته شاعران متلاشی شدند و 28 منزل در خنده ها به عشق نشد. آرام در کشاکش جذبه است، مویش به روشنای سحر میماند. خلوت کنید بر هودج شکسته آذر. لبخند میزند. علیرضا نوریزاده، جمعه اول آذر ماه 22 نوامبر، به شما سلام میکنم. منظره ای رو مجسم کنید. نمیدونم شهر بانه رو دیدید، مریوان رو دیدید تو کردستان، بسیار زیباست. اون دریاچه‌های طبیعی که اونجا هست، کوههای سربلند و سر به فلک کشیده که مثل قامت مردان و زنان کرد میهنم سر به خورشید میزنن. فکر کنید آوین قرار هفته دیگه به خانه بخت بره، همراه نامزدش، همسر آتیش، در کنار برادرش که دوست همسرش هم بود، برادرش هوشنگ. دیدن هوا خوبه، کوها زیباست، هنوز اون سرمای کشنده آغاز نشده. بریم گردشی کنیم. دو عاشق در نگاه هم جان میدهند، یکدیگر را دوست دارند. برادر شادمان، خواهری که نور چشم و تخم چشم خانواده بود به خانه بخت میره، اونم دست در دست مردی میگذاره که دوست او بوده و میدونه تا چه حد انسانه و آزاد است. در این میان اتومبیلی راه رو بر اونها میبنده. شنیده بودن این آخری ها که بعضی جاها زنان جوان مورد حمله قرار می گیرند، می ترسند. هوشنگ سرعت اتومبیل رو زیاد می کنه که از صحنه بگریزند، مبادا دست تطاول به جان خواهر نازنینش آفین بیفته، مبادا در برابر چشمان نامزدش تعرضی به اون دختر کردستان بکنه. میرن 4-5 متر، هنوز راه نیفتاده، باران گلوله بر سرشان میباره. آوین یک لحظه هست و دیگر هیچ.
خواهرکش در خون نشسته، نامزدش در خون نشسته، تمام کوها خونین شده، سبزه ها خونین شده، نگاه رو خون گرفته، دیگر انگار چیزی نمی بینند و نمی شنوند. کسی به آواز پرستوها گوش نمیده. انگار همه در حال گریستن. دختره که نوجوان تازه عروس چرا کشته شد؟ نیروهای انتظامی تصور کردن قاچاقچی هست. یک دختر جوان، برادرش و نامزدش قاچاقچی هست. دوستهای کلان در سرزمینمون در لباس نیروی انتظامی، در لباس سپاه، همون ستادهایی که اونجاها زدن، این دوستها مسئول از هر نوع پیگردی هستند. اما دختره که نوجوان رو کشتن، چند روز قبلش هم دختره که دیگری رو هم کشته بودن. حالا کار طوری میشه که دیگه آقای محسن بیگلری نماینده بانه و سقز هم صداش در میاد که بله، شما چرا اول تیر هوایی شلیک نکرد؟ بله، و حالا میبینیم که نعمت الله منوچهری نماینده کرد نیز نسبت به این تیراندازی اعتراض کرد. جوان 22 ساله به نام احسان پیام رو هم به اشتباه نیروهای انتظامی به قتل رسوندن. دیروز بود یا پریروز بود براتون گفتم چگونه برادران ناهید رو به روی برانکارد و یکشون رو با دست بسته آوردن برای توی فرودگاه سنندج به قتل رسوندن. در 10 روز اخیر 42 نفر در ایران اعدام شد. حکومت کلیددار حسن روحانی، کسی که گفته بود مفتاح همه مشکلات رو در جیب دارد، کلید داره و با این کلید میتواند همه مشکلات ما رو حل بکنه. اولیش که مذاکرات ژنو بود، خب لابد در جریان هستیم، گفتگوهایی که آقای ظریف انجام داد با خانم اشتون. حالا این دو زوجی شدند که البته خانم اشتون براش زیادم فرقی نمیکرد، سعید جلیلی هم که اومد ایشون از همین لبخندو میزد. حالا منتها لبخندایی که به آقای ظریف میزنه پاسخ انگلیسی هم داره. خب این خوبیش اینه، آقای سعید جلیلی به زبان مرغی صحبت میکرد. زرگری و مرغی این دو زبانی بود بلد بود، ولی آقای ظریف تحصیل کرده آمریکاست. پیام زیبایی میده که دیروز براتون گذاشتم و دیدید. مذاکرات معاونان هم ادامه داره، آقای عراقچی، آقای تخت روانچی، اینها هم با وندی شرمن گفتگو میکنن، با معاون وزارت خارجه آمریکا. چقدر ملیح میخنده آقای ظریف، الحمدلله این درد کمرش هم خوب شد، این ناراحتی که داشت. گفتگوهایی که داشتن و دارن، حالا امیدوارم تا این لحظاتی که بنده دارم با شما صحبت میکنم کار به یه جای مثبتی رسیده باشه، چون به هر حال آرزوی من این است که سنگینی بار تحریم ها از روی دوش مردم ما برداشته بشه. گویین که این نظام اگر چنین هم شد، اگر اجازه دادن بره 10 میلیارد از پولایی که طلب داریم پس بگیره بیاره، نصفش میره برای حسن نصرالله، مقداریش میره برای سوریه، البته گروه های عراقی، گروه های یمنی، حوثی ها، گروه های بحرینی، اینا هم بی نصیب نخواهند بود از برکات پولی که جمهوری اسلامی، پول بیت المال رو بیرون کشیده، اجازه یافته، اونها هم نصیب میبرند. به هر روی چارچوب مذاکرات کاملا مشخص، براتون بازگو کردم. آنچه جمهوری اسلامی میخواهد، آقا چجوری به چه زبونی بگم، آقای ظریف داره میگه به زبان بی زبانی، به زبان با زبانی، پیام انگلیسی، پیام فارسی، آقا جان اوضاعمون خراب، تورممون 43%، به دادمون برسیم، یه جا هم بذارید که ما جلو مردم بی آبرو نشیم. این سید علی آقای ما نماینده امام زمانه، نایب امام زمانه، بالاخره یه مجال بذارید این جامعه هم که قراره بره بالا محترمانه بره بالا. ما وقتی بچه بودیم یه لیوانایی داشتیم، فکر کنم اون زمان تو ایران درست میکردن یا از ایتالیا،
مثل پرچم سرنگ بود، سبز و سرخ و سفید، وسطش سفید بود. این ست فشار که میدادی میرفت تو هم اینقدر میشد، بعد میکشیدی بیرون، این ست تا تیکه میمد بیرون. و خب همینجوری که نگاه میکردی فکر کردی چه گرده، مثل یویو قشنگم بود. بعد باز که میکردی لیوانی میشد و توش میشد آب خورد. حالا آقای ظریف هم میگه آقا جان اینو کوچیکش کنیم بدی دست ما، ملت نفهمن این جامه. ما همینجوری یواشکی که میدیم سر بکشن، ولی شما زیاد اصرار نکنید که این در یک منظر عمومی دیده بشه. سه تا حلقه رو بکشن بیرون، لیوان درسته بدن دستش. اون کس که میریخ بالا و این خیالش هم نبود به کسی هم کاری نداشت، آقای خمینی بود. ولی این آقا نمیتونه، مشکل داره. من دو سه تا چیز رو براتون انتخاب کردم. جمعه است، آخر هفته است، باید به هر حال علارغم همه ناراحتی ها و رنج ها و غیره گاهی اوقات مزاحی هم بکنی و لبخندی بر لبانتون بنشینه. اول نگاه کنیم این بسیج رو. این بسیجی که آقای خامنه ای الان مثل یه شمشیر بلند کرده، از یه طرف تو سر ملت میزنه و از طرف دیگر تو سر سپاه و ارتش. یادتون باشه آقای خامنه ای بعد از جریانات سال 88 هیچ اعتمادی به سپاه نداره. بسیاری از فرماندهان با شرف و رشید سپاه جانب مردم رو گرفتن. کسانی بودن مثل آقای علایی طاقت نداشتن، بلند شدن و اعتراض کردن. اینه که میدون رو یعنی انداختنشون بیرون. شما به درد نمیخورید چون ذوب شده در ولایت سید علی آقا نیستی. این ذوب شده رو براتون بگم، من مکرر در برنامه ها روی مسئله ذوب شده تاکید میکردم، چون دائم میگفتن ذوب شده در مقام معظم رهبری. اینقدر گفتم تا آقای خامنه‌ای دستور داد کلمه ذوب شده دیگه کسی به کار نبره. یادم هست قشنگ اون زمانم راجع به این بحث و حدیث و حرفی هم شد که ذوب شده رو دیگه به کار نبرید، چون آقا یه دفعه متوجه تداعیات بدش شد. به هر روی آقای سردار فضلی که یک چشم رو در جنگ از دست داده، فرد بسیار اون زمان به هر حال به وطنش دل بسته بوده، در سال 88 پیام هایی از او رسید که شاید ما رو به بعضی همون رو به اشتباه انداخت، ولی او رو مأمور میکنن، شاید برای شکستن، شاید برای خورد کردنش، میگن تو هیچی نیستی. او بیاد با آقای خامنه ای خوش آمد بگه و بعد واحدهای بسیج رو در سراسر کشور از طریق تلویزیون جلوی آقای خامنه ای بیارن بذارن آقا هم نگاه کنه. به 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 به، حالا راجع به آقا هم صحبت میکنه. اولین برادران بسیجی و ایزم خواهران بسیجی رو ملاحظه بفرمایید. اجازه بفرمایید که رمز مقدس عملیات فرزندان بسیجی عزیزان دریافت کنند. خیلی خوب بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با رمز مقدس یا محمدن رسول الله، محمدن رسول الله، محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مأموریت خودتون را آغاز کنید. سپاه کربلای مازندران دریافت شد لبیک یا رسول الله. سپاه نینوای گلستان دریافت شد لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله. بچه های مدرسه عشق چه بیتاب آمدن معلم بودند امروز. آقا بسیج مدرسه عشق است واقعا؟ واقعا این شور را شما دارید میبینید. مدرسه عشق اسم شروعشه، یعنی عاشق همشون پیرو ولایت فقیه. امام راحل فرمود اول انقلاب بسیجی هستیم. حالا هم اصلاحی بدونه این همه بسیج اومده همش به عشق این آقا اومده، به عشق رهبر اومده، به عشق رهبر، به عشق این ملت بلند شدم اومدم اینجا.
که به کشورهای غرب نشان بدیم که ما خودمون عاشق این دولت و این مملکت و رهبرمون هستیم. هر جایی که نیاز به بسیج بوده، بسیج با تمام وجود در خدمت انقلاب بوده. از هر قومی، از هر قبیله، از هر استانی، از هر قشری، همه عاشق ولایت هستند. بسیج اقتدار ملی، لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسین است. بسیجی ها بیشتر اصولگران یا اصلاح طلب؟ فقط ولایتی، بسیجی ها همه ولایتی هستند. به نوعی میتونیم بگیم هم اصولگرای اصلاح طلب هستند، هم اصلاح طلب اصولگرا. اهل تسنن هم میتونم به عضو بسیج باشم؟ بله، من خودم عضو بسیجم هستم، بسیجی کادرم هستم، مسئول نیروی انسانی حوزه طلابم. ملاحظه فرمودید این آقایون و اون خانم افتخار میکردن بسیجی هن. اینجا هم مدرسه عشق بود، پرستش، پرستش انسان در همون مذهبی که اینا مدعی پیروی و تبعیت از اون هستن حرام است. شما انسان رو پرستش نمی کنید، پروردگار رو پرستش میکنید. اینا ایراد میگرفتن اون اوائل که آقا چی دارید میگید میهن پرست؟ میهن پرست خیلی چیز بدی، یعنی تو اگه خودتو برای وطنت، برای سرزمینت، برای خانه پدریت، برای سرزمین مادریت فدا کنی، از دیده اینا بد بود. بعد همون میرفتی با سپاه نینوا کربلا رو فتح کنی. اما پرستش یک فردی رو به نام آقای خامنه‌ای مجاز اعلام کرد. مدرسه عشق، ما همه عاشقیم، پرستشش میکنیم. چقدر سقوط کردیم خدایا، چقدر سقوط کردیم. چقدر این آدم ها برای یک امتیاز، برای یک مالی، برای یک درجه، برای آقای خامنه ای خیلی داره به سپاه لطمه میزنه. بسیج رو بزرگ کرده، چون بسیجی ها خیلی هاشون آدم هایی هستن که به هر حال افرادی از طبقات بسیار فقیر از روستاها اینا رو شکار میکنن و به ویژه از بعضی مناطق ایران، یکی از مناطقی در جنوب کشور و یکی از مناطقی در شمال کشور. حالا من اسم منطقه رو نمیارم، یه وقت هموطنان من مال اون منطقه ناراحت نشن، ولی بسیاری از این بسیجی ها که در عملیات سرکوب و کشتار و غیره مشارکت دارن از همین مناطق میان و این آدم باید بره ریشه های بکاوه، ریشه اجتماعی و فرهنگیش. چرا در یه منطقه میبینی افرادش بسیجی میشن، میریزن تو شیراز، میرن از اونجا میرن کرمان سر حاجی زاده و شاعر و پسر 7 ساله‌ش رو میبرن؟ چجوری میشه میرن باز 4 تا از یک عشیره یا قبیله میرن شیراز و اونطور اردشیر حسین پور رو، دانشمند اتمی که بهش افتخار میکنیم، به قتل میرسونه؟ اینا برای من قابل تأمله که اینا از فقر مردم، از جهل خیلی ها سوء استفاده میکنن. یعنی در ایران 11 میلیون بی سواد وجود داره، چیزی در همین حول و حوش، خیلی تلخه. شکارشون از میونه اینا میکنه. حالا یه تیکه های آقای خامنه ای صحبتاش رو تحلیل کردم، چون جمعه است من نگاهی به هفتم میکنم. چند نکته رو انتخاب کردم، میخوام اینا رو گوش بدید، چون در این رابطه من حرف دارم. توجه کنید به این سخنانه مقام معظم رهبری. اون رو نشناختن. اشتباه اونا این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما رو نشناختن. اشتباه اونها این است که از خطاهای گذشتهشون درس نگرفتن. لذا امیدوارن بتوانند با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن. البته قرض هم این بود. اگه یادتون باشه گفته بودم که آقای خامنه‌ای همیشه تصور میکنه عالم و آدم نشستند و مشغول توطئه علیه ایشون هستند. این توهمه، این اشتباه. ایشون در همین سخنان اشاره میکنن در سال 88
یک دستگاهی میخواست تعمیر بکنه، یک دستگاه تبلیغاتی، ولی دولت امریکا ازش خواست این کارو نکنه. مثلا بعدم به فیسبوک و توییتر و گوگل و غیره و غیره به اینا اشاره فرمودن که بله اینا نقشه کشته بودن با این وسائل رژیم جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. بنده با اطمینان خاطر و با قدرت و قوت به ایشون میگن روزی که تصمیم بگیرن رژیم جمهوری اسلامی رو پایین بکشن، اون روز این کار رو میکنن. تا حالا چنین تصمیمی نداشتن و پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی کار سختی نیست. رژیمی که 34 ساله داره میکشه، داره ویران میکنه، 7 میلیون از مردم این سرزمین رو آواره کرده. 7 میلیون رقم کمی نیست. در اوج جنایات صدام، حالا نسبت رو هم در نظر بگیریم، تعداد عراقیایی که سرزمینشون رو اومده بودن ازش بیرون 30% تعداد ایرانی ها نمیشن. نسبت جمعیت هم در نظر میگیرم، 25 میلیون ما 75 میلیون، نسبت رو میگیرم. در همین سوریه جنگ داخلی و ویرانگر هنوز تعداد آدم هایی که کشور رو به اجبار ترک کردن باز به نسبت از ایرانی ها بیشتر نیست. 7 میلیون ایرانی از سرزمینشون بیان بیرون رقم دیوانه کننده است. و یه عده‌ای هم خب ناچار از همین اومدن بیرون به بهانه درس، کار، زندگی. بالاخره در اون محیط دیگه نمیتونن زندگی کنن. روزی که بخواهن این رژیم رو پایین بکشن، همونطور که در مورد شاه دیدیم، جزیره ثبات، آقای کارتر آمدن گیلاس رو به سلامتی اعلیحضرت بالا بردن. زیباترین کریسمس ژانویه منه، زیباترین پارتی ژانویه بوده در ایرانم، سرزمین زیبایی و برف تهران و ستود و دماوند و ستود و اعلیحضرت و ستود. 6 ماه بعد شاه باید بره، کاری نداره. از میان اصحاب کهف، از قرون وسطا یکی رو میره میذاره اینجا که دیگه فکر گرون کردن نفت به سرش نزن، نخواد ایران رو ژاپن بکنه، بلکه هدفش این باشه ایران رو برگردونه به قرن تسمه. هم چون این شد، الان هم اگر بخوان دید با مبارک چه کردن، با بن علی چه کردن، با شما هم همین کار رو بکنن. خیلی ساده 5 میلیون میان تو خیابون، خیلی ساده. همین آقای جنرال فضلی، همون فیروز آبادی که اونجوری نشسته بود شکم رو جلو داده بود، همون آقایون فرماندهان سپاه و غیره، تفلک تیمسار صالحی جاش اونجا نبود، دلم سوخت براش. همیشه آدم وقتی اونو میبینه که کنار حسن فیروز آبادی نشسته متأثر میشه برای صالحی، که این چه فرمانده یه ارتشه که آدم زیر دست حسن فیروز آبادی باشه. به هر رو آقای خامنه ای اشتباه میفرماید. کسی قصد براندازی رژیم رو تو خارجی ها نداره. آقای اوباما در اوج جنبش سبز خنجر رو از پشت زد، ندا رو کشتن و اون نامه فدایت شاه برای آقای خامنه ای نوشت. قاطی نکنیم، هیچ وقت آمریکا نخواست رژیم رو براندازه. ما 2-3 تا فتنه‌گر بودیم اون زمان تو صدای آمریکا که بعدم به فتنه‌گریمون خاتمه داد. بله ما بودیم دیگه، چند تا بودیم، آقای چالنگی، بنده، آقای دکتر سازگارا، مجتبی واحدی، چند نفر دیگه به هر حال بودیم در مجموع فتنه‌گران بارز که مرتبم آقا هم اشاره اتفاقا فرمودن به طور تلویحی. اینم برای من خیلی تلخ و دردناکه. به یاد اون روزا میفتم که جهان ما رو تنها گذاشت. اگر یک حمایت بلومرد داشتیم، مطمئن باشید این اتفاق نمی افتاد و اینجور در ایران خفقان و سکوت برقرار نمی شد. من اما امیدوارم، من بسیار امیدوارم و تردیدی ندارم که پیروزی از آن شما مردمان بزرگ باشد. درنگی کوتاهی می کنیم، باز می گردیم که می خواهم سخن را به فصلی تلخ و خونین از تاریخ معاصر بکشان. این شیخ
که آیت ان ایران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. که بویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبندود که با صبح بهاری شام همگان می گذرد شام شما نه، کام همگان فتی خاص وی خاص شما نیکتر از عام شما نه، سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه، گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جزن آب شما نه، انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه، همگان با روا کام شما نه، ایام همه خورم و ایام شما نه، ای مردم مارا به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه، وندر فرهنگ هنر پر بر ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه، کام همگان با روا کام شما نه، ایام همه فرم و ایام شما نه، کام همگان باد روا کام شما نه، ایام همه خرم و ایام شما نه، کام همگان باد روا کام شما نه. با درود دوباره به شما عزیزانم، درودی به دوست نازنین شاعر بزرگ دکتر اسماعیل خویی و همینطور به داریوش عزیز، این شعر زیبای خویی رو چقدر زیبا ادا کرد. حضورتون عرض کنم اشاره کردم به یک فصل خونین، بهش میپردازم، اما قبل از اون فصل خونین، وقتی صحبت از برنامه اتمی ایران میشه براتون بگم در این جهان کسی از سلاح اتمی نمیتونه استفاده کنه. مهمترینش اینه که شما اسرائیل 250 بمب اتمی یا بیشتر داره، کره شمالی البته
دیوانه‌ای مثل رهبران کره شمالی، دیوانگانی، ممکنه یه وقت دست به این کارا بزنن، ولی خب در همون نطفه خفشون میکنن، موشک بلند نشده کل کره میره، بنابراین کسی استفاده نمیکنه. اما جمهوری ولایت فقیه چون در پس ذهنش چنین فکری رو داره، اومده تمرین مقابله با بمب هسته‌ای رو اجرا میکنه. عده‌ای از خواهران و برادران، ملاحظه بفرمایید با چه شکلی میخوان برن با بمب اتمی مقابله کنن. ملاحظه بفرمایید، چهار تا چیز آتیش زدن، دود. این بانوی محترم با این لباس چجوری میخواد فرار کنه؟ و دستاش هم بیرونه و میخواد بره از سلاح هسته‌ای خود رو نجات بده با اون برادران. همه چیز در ایران کمیک و مضحک شده، همه چیز. به همین دلیلم در جنگ با عراق اون نامرد صدام حسین سلاح شیمیایی رو علیه ما استفاده کرد و اینا حتی به بچه‌ها نگفته بودن چجوریه. در دورهای بعد ماسک براشون آوردن. فیلم میم مثل مادر همیشه بر وجدانهای ما سنگینی خواهد کرد. اون تصویرهای تلخ و دردناک، نوجوانان وطنمون سوخته بودند و زغال شده بودند و پرپر شده بودند. و ماهر عبدالرشید پدر همسر قصی صدام حسین، فرمانده ارتش دوم یا سوم، میگفت ایرانی ها رو مثل مگس امشی کرد. باری بریم به فصل خونه. یکی بود یکی نبود. محله‌ای بود در تهران و هست، حالا و شاباد بود، حالا لابد امام آباد شده. زمانی که ما مدرسه می رفتیم این کافه نوبخت بود، می رفتیم از مدرسه که می دیم اوزا چای شیرینی می خوردیم و این کافه نوبخت قصه ها داشت که از زبان پدر شنیده بودیم و هم نسلانش و دوستانش. اونجا جوانی رشید و خوشقامت بود، دانشجوی دانشکده حقوق که همه میشناختنش، قوی در برابر توده‌ای ها میستاد، در برابر مخالفان زنده‌یاد دکتر مصدق میستاد، همیشه یه عده دنبالش میومدن، همیشه یه مجموعه همراهش بودن و دوست نازنینی بود، دوست پدر من، دوست حسن علی خان سالم کلالی. و اون روزهای زیبای شاه‌آباد، داریوش مرد میدان بلا بود و وقتی که دل به پروانه بست، این دو یار جدا ناشدنی در کنار هم شدن. نگاه کنید تصویرهای جوان و زیباشون رو. نگاهش پروانه کم کم حالا موها یکم توش، وقتی با هم صحبت میکردیم داریوش با اون لباس خودش، دکتر شاپور بختیار زنده‌یاد، دکتر شاپور بختیار بر مزار زنده‌یاد، دکتر محمد مصدق، کابینه بعد از انقلاب، امیر انتظام، سباقیان، فروهر، مهندس معینفر، های امیر انتظام دوباره اینجا، تیمسار فربود، مهندس بازرگان و یارانی که عاشقانه ایران رو دوست داشتن. داریوش گمان بر این داشت که انقلاب منجر به تحولی شیرین و زیبا خواهد شد. یادم است وقتی داریوش و دکتر سنجابی و زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار با هم در سال 56 نامه‌ای برای پادشاه نوشتن. اگر به آن نامه توجه شده بود باور کنید در ایران انقلاب نمی شد. هر توطئه ای هم میکردن به جایی نمی رسید. چه خواسته بودن؟ انتخابات آزاد برگزار بشه، قانون اساسی مشروطه رعایت بشه، اونهایی که کاسه داغ‌تر از آش بودن و بعدن چمدانا رو بستن و جلوتر از شاه کشور رو ترک کردن، پاسخ این نامه رو در کاروانسرا سنگی دادن. دست و پای دکتر بختیار را شکستند و دست داریوش را. و در اون اجتماع کاروانسرا سنگی اینها چه می گفتن؟ نه علیه شاه حرف زدن، نه خواستار جمهوری شدن، نه خواستار تبعیت از قانون اساسی مشروطه شده بودن.
گروپ حزب ملت ایران بود. نادر ابراهیمی میمد، اسخر واقدی میمد، بچه های دیگه ای که داریوش رو دوست داشتن تو خیابون فردوسی. اون زمانی که ما اعتصاب مطبوعات داشتیم، یه روز رفتیم پیش داریوش که آقا نبودن مطبوعات باعث شده بی بی سی یک کتاز بشه، نبودن مطبوعات باعث شده بعضی از این حشرات الارض بیان بیرون و یک روزنامه های عجیب غریب بدن بیرون. زندیات هاتفی هم بود اونجا، از کیهان آمده بود و مخالف با انتشار روزنامه، چون سیاست حزب توده این بود روزنامه ای نباشد و حقایق برای مردم بازگو نشود. و یادم از وقتی دکتر بختیار نخست وزیر شد، در اون جلسه ای که در خدمتش داشتیم، اولین حرفی که مرحوم صالحیار زد گفت آقای بختیار اگر ماده 5 رو از مطبوعات بردارید از فردا به خود شما ناسزا میگویند. نگاهی کرد و گفت برای من مهم نیست، اما به ایران بیاندیشید، وطنتون رو در نظر داشته باشید. داریوش به فرانسه رفت و در آنجا با آقای خمینی صحبت هایی کرد و چون آشنایی هایی با بعضی از ارتشی ها داشت، از آقای خمینی امان نامه ای گرفت برای آقای قره‌باغی. یادتون هست وقتی هواپیمای آقای خمینی ایر فرانس نشست، قرار بر این بود که آقای خمینی از پلا بیاد پایین، بره در طرف صفی که اونجا ایستاده بود از مردان معمر ملی سیاست ایران. مهندس بازرگان بود، دکتر صحابی بود، مهندس صحابی بود، آقای سنجابی بود و دیگران و دیگران، آقای مکری، دیگران، یه عده جمع بودن. آقای خمینی اومد دست بر دست خلبان ایر فرانس گذاشته بود، آمد پایین. آقای سباقیان اون جلو بود، سریع آقا رو کردن در یک اتومبیل بنز و بردنشون به فرودگاه حجاج که فرودگاه قدیم بود که ویران شده بود، سقفش حالا شده بود مال حجاج. داریوش فروهر اما جدا شد از صف آقا که به اتفاق مرحوم قدس‌زاده، آقای بنی‌صدر، دکتر یزدی، اینا همه رفتن به اون فرودگاه قدیم که آقا اونجا صحبت کرد در کنار آقای سباقیان و سرود ای امامم اونجا خوندن. آقای فروهر اومد پیش مهندس بازرگان، پیش سنجابی، گفت از جانب آقای خمینی پیامی دارد برای آقای تیمسار قره‌باغی و به سرعت باید برود. و رفت، رفت پیام رو داد. آقای قره‌باغی و دوستانشون اعلام بیطرفی ارتش رو کردن، از سوگندشون در سیانت از حکومت مشروطه سرباز زدن به خاطر وعده‌ای که کی براشون آورده بود؟ داریوش فروهر. چون به فروهر اعتقاد داشتن، به ملیگری او اعتقاد داشتن و میدونستن تا چه حد به سرفرازی ایران میاندیشد. بر روی کابینه آقای مهندس بازرگان تشکیل شد، وزارت کار به داریوش داده شد که از دیرباز با کارگران آشنایی داشت. در این حال چون دوست قدیم و ندیمش زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار مدتی سرپرست وزارت کار بود، وقتی دکتر عالمی زمان دکتر مصدق کنار رفت، دکتر بختیار کفیل وزارت کار بود. آدم های دیگه هم از دوستانش بودن که اونجا بودن، آقای محمد مشیری یزدی، اینا هم از برجستگان وزارت کار بود. داریوش رفت اونجا. یه روز بعد از ظهر وقت گرفتم ازش که بعد مطلبشو نوشتم توی مجله امید ایران که سردبیرش بودم. رفتم دیدن داریوش، در اتاق باز، اتاق آقای وزیر درش باز، یعنی سوار آسانسور شدم رفتم بالا، دیدم اتاق وزیر درش باز و اتفاقا پروانه نازنینم اونجا بود. رفتم و ما رو به نهار دعوت کرد و اونجا نهاری هم آوردن، همونجا چلو خورشتی روی میز و گپ و گفت زدیم و داریوش دو بار چشمانش پر از اشک شد، گفت چه کردی، چه کردی. او میدید، میدید هر آخوند روزخانی حالا اومده یک کاغذ دستش میاد تو اتاقش، آقا پسر منه بذار مدیر کل، پسر منه بذار معاون، اینو بذار اونجا، دامادم اون شغل بهش بده. و فروهر زیل بار اینها نمیرفت و روز به روز فشار بر او بیشتر میشد.
داریوش زمانی رسید که از جبهه ملی هم اعلام براءت کرد، فدا کرد همه عشقش رو، همه دلبستگی ها و خاطرات و یادها رو. نخست که جبهه با دکتر بختیار برید، حزب ایران از او جدا شد. مردان وفاداری مثل رحیم خان شریفی بودن، مثل احمد خلیل الله مقدم بودن، مثل شاهرودی بودن، خیلی های دیگه، گیتی بین، اینا بودن که دکتر بختیار رو دوست داشتن و تنها نگذاشتن. آقای اسکوی چه یادش باید بکنم، این مرد نازنین رو. و من الان کوروش زعیم رو که میبینم، این مرد بارسته و وطن پرست، او رو که میبینم همیشه او منو به یاد مردان بزرگ جبهه ملی میاندازد که یکان یکان رفتن. امیدوارم عمر کوروش و عیسی خان حاتمی و این دوستان بسیار بسیار بلند باد تا روزی بتوانیم همراه آنها هم بر مزار زندیات دکتر مصدق حاضر بشیم، هم پیکر دکتر بختیار و دکتر برومند رو به وطن ببریم و در خاک میهنمون جای گیرند. به هر روی داریوش و پروانه از آن پس شرایط سختی رو داشتن. در زمان آقای خمینی یک بار به زندان افتادن چون پای اعلامیه‌ای رو امضا کرد. بعد از آن دورانی بود که داریوش رو محکوم به خانه نشینی کرده بودن، اما او که خانه نشین نبود، خانه او پناهگاه بود، جایی بود که میمند. خسروخان سیف نازنین، مردی که امروز بار حزب ملت ایران بر دوش اوست و یار وفادار فروهر و نهضت ملی بود، عاشقانه دکتر مصدق رو دوست داشت و دارد. خسروخان عمرش دراز باد و سرش سلامت. اینا همیشه پیش داریوش بود، همیشه. حسن علی خان هر وقت از مشهد میمد سراغ داریوش میرفت و گاهی هم زنگ میزدم پدر بزرگوارم چطوری. دیروز پیش داریوش بودم، ذکر خیر آقا نور پدرم شد و ذکر خیر تو. داریوش وقتی به پاریس آمد بخت دیدارش را یافتم و سخن گفتن با او که پر از درد بود و درد و درد. یه فیلمی خانم محبوبه عباس خلیل‌زاده ساخته که در امتداد همین روز مشاهده خواهیم کرد، از پرستو. پرستو دختره که نازنین پدر و پروانه، آرش پسر نازنینشون. چند روز پیش آقای لیمونادی مصاحبه با او داشت پخش شد. یه ذره از این فیلم محبوب خانم رو ببینیم، بعد برمیگردیم راجع به داریوش و پروانه سخن بسیار داره. حالا هر وقت میرم میدون بهارستان، میرم کلانتری میدون بهارستان که یک آقایی به اسم آقای کلانتر که مال پلیس امنیته و سال هاست من میشناسمش، به من اعلام میکنه رسما که گرفتن مراسم برای بزرگداشت پدر مادرم ممنوعه. یه ورقه میذارن جلوم، یعنی این همون میدون بهارستان تبدیل شده به یه جایی که این سنگینی سالهای اخیر رو هم توی خودش داره. رفتن به کلانتری میدون بهارستان خیلی جزء کارهاییه که من هر ساله کردم. این کلانتری بهارستانه که میگه حوادث عجیب غریبی دیده، مرگ دکتر خانلالی اون جلو انجام شد و خیلی اتفاق، ولی چند تا افسرای اونجا بودن از بچهای ملی، گاهی با لباس شخصی با ماها می اومدن و خیلی داریوش رو دوست داشتن. اصلا داریوش وقتی از سر بهارستان حرکت میکرد، میمد، میرفت تو خیابون شاهآباد و بعد میرفت به طرف نادری، گاهی همون کتاب فروشی امیرکبیر سر چهارراه استانبول تأمل میکرد، یکی دو تا کتاب میخرید، همه بهش سلام میکردن، همه دوستش داشتن. بر روی داریوش تبدیل به یه محور شد.
نورا فاخوری همکار من در المجله میخواست بره به ایران، ویزای براش جور شد و که بره ایران. خب با کیا صحبت کنیم؟ یک سری آدم ها رو من براش ردیف کردم، گفتم اینا رو برو ببین، از جمله داریوش. زنگ زدم به داریوش و گفتم چنین اتفاق، خیلی هم استقبال کرد. و اون وقت بچه های حزب ملت ایران رو بسیج کرد، آماده کرد. تیمسار امیر رحیمی هم بود، با ایشون هم گفتگو، مرد نازنین و ملی و آزاده. رفتن، براتون گفتم نورا در هتل لاله بود، بچه های حزب ملت ایران رفتن توی پارکینگ، پشت ماشینی رو که فور ویل درایو بود صاف کردن. نورا با عبا و اینا رفت به سرش، رفت پایین پشت اون ماشین، روشم یه پتو اونجا کشیدن و او رو مخفیانه بردن منزل داریوش. نورا وقتی وارد شد این منظره رو دید، جوونا رو که همه ایستاده بودن در قامت و هیکل خود داریوش، و رفت باش صحبت کرد. و داریوش گفت ما مبارزمون مسالمت آمیزه، ما مثل گاندی مبارزه منفی میکنیم. نورا بازگشت و تیتر بزرگ روی جلد المجله، عکس داریوش، تیتر بزرگ روش ما مبارزه، ما خشونت رو نفی میکنیم و دنبال مبارزه مسالمت آمیز هستیم. در همون شماره مصاحبه هم با تیمسار امیر رحیمی بود و در این حال در بیرون هم یه عده رو مثل زنده ها تیمسار مدنی، دکتر شاپور بختیار، خیلی های دیگه اینا بودن که گفتگوهایی در همین زمین ها باشون قبلش شده بود، ولی مال داریوش خیلی جلوه کرد رو جلد مجله. بعدها وقتی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بعضی از اسناد به دستم افتاد، سندی بود که سعید امامی خطاب به اربابش علی فلاحیان، که خب بعدن در زمان قطعی زنجیری ظاهرا وزیر اطلاعات نبود، قربان علی ماسپند دوری نجف آبادی بود، ولی عملا کنترل دست او بود چون عواملش همه بودن. در اون نامه می نویسه فروهر به اصطلاح خود رو گاندی می دونه، در هیئت گاندی ظاهر شده. بعضی از بچه های نویسنده مثل مختاری رو میگه اینا خود رو واسلاف هاول می بینه. میگوید ضعف اخلاقی بعضی رو میتونیم شمشیر کنیم تو سرشون بزنیم، ولی بعضی باید برن، چون اینها کسانی هستن که بر اندیشه و افکار نسل جوان تأثیر میگذارن. داریوش رو در اون یک شنبه شومی که او رو به قتل رسوندن، ناجوان مردانه به خانه او رفتن و در اونجا داریوش مثل همیشه رشید و قد قامت و صلات، واقعا رشید را گفته بودم در اون شعر که گفته بودم قد راست کرده آمد قد راست کرده رفت، و در گشوده شد آمدند به ظاهر با داریوش سخن بگن، بر سرش ریختند، او را بستند، ضربات چاقو بود، پروانه بیمار بود، سرماخوردگی شدید و تب در بالا اتاق بال، به سراغ او رفتن. فریادهای پروانه داریوش زخمی رو به فغان و فریاد آورده بود، مقاومت میکرد، خود رو به در و دیوار میزد ولی بسته بودنش و ضربات چاقو رو وارد میکردن. موسوی نژاد به خوشگوش میگفت بیا برادر تو هم نصیب ببر، یه چاقو تو بزن. او به عالی خانی میگفت یه دونه دیگه هم تو بزن، اونم میزد. و کشتند و دو نازنین. ساعتی بعد خبرش به ما رسید. چه روز وحشتناکی بود، من باورم نمیشد چه روز وحشتناکی بود. این دو انسان نازنین رو به قتل رسوندن. تصورشون بود صدا خاموش خواهد شد، نمیدونستن آقای مفتیزاده همسایه خبر خواهد داد، نمیدونستن که بچه ها یک به یک میان. مگه میشه داریوش بره و کسی نفهمه؟ مگه میشه این بازی رو؟ بله، اینو افغان‌ها کشتنش، افغان‌ها چون با احمد شاه مسعود رفیق بوده اونا اومدن کشتن. بهرام نمازی، دکتر امامی، اینا دوستان داریوش بودن، مهندس معین‌فر، سید جوادی، پیمان، اینا همه بودن، حتی حسین انصاری راد آخوندی که اون زمان خب خیلی جلوه متمدنانه و با فرهنگ داشت، که نماینده مجلس هم شد، رئیس کمیسیون اصل 90 بود و که
با مهندس خوئینی چقدر کارهای جالبی کردن در گشودن راز زندان‌های مخفی نظام. یه لحظه تشییع جنازه فروهرها رو ببینید. نمی‌دونم چند کیلومتر. تصور رژیم بود که با کشتن فروهرها در واقع تموم شد، این شعله خاموش شد. نگاه کنید مردم رو ببینید، این همه جوان و پیر، کودک، پیکر نازنین پروانه و داریوش رو بر دوش میگیرن و به آرامگاه ابدیشون میسپارن. نمازی غمگین و اندوهگین از او سخن میگه و سرود ایران رو اونجا میخونن. دکتر محمود امامی از او میگوید کان یکان. جوادی از پیر مرد شکسته و دونه دونه شونه که نگاه میکنی هم اهدان با داریوش بودن. در حال نام داریوش و پروانه جاودانه خواهد بود، چنان که رفیقانش، چنان که زنده یاد دکتر بختیار، شاپور و داریوش با آن که در کشاکش دوران از هم جدا شدن، اما در مرگ پیوند جاودانه شون با خون برقرار شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. منو تنها نذار، عشقم نذار، این خونه خالیشه، کسی که رو بود قسم میخور اسیر کج خیالیشه. منو تنها نذار، عشقم مگه این گریه خواهش نیست؟ اگر با هم نمیسازیم جدایی راه حلش نیست. بریشم بود نمیمردم، واسه این که یکی مثل تو پیشم بود. شکنجه دیدم از دوریت که گرگم اعترافم شد، همین دنبال تو گشتن یه جورایی توافم شد. منو تنها نذار، عشقم منم، سهمی ازت دارم، همین یه دل خوشی رو من توی دنیا فقط دارم.